مسئولیت سوء قصد به جان نیکولاس مادورو با یک پهپاد حاوی مواد منفجره در مراسم رژه نظامی روز گذشته در پایتخت رو گروه سربازان ملی آزادی خواهی نرم که سال گذشته دسته ای از اونها به صورت گروهی از پادگانهای این کشور فرار کردند به عهده گرفتند. اونها که دو پهباد برای این حمله در نظر گرفته بودند که یکی از اونها زده شده گفتند این آخرین نبوده و نخواهد بود. این لحظه یه که مادورو در اون مشغول سخنرانی در مورد اقتصاد ورشکسته ونزوئلا است و پهباد حاوی مواد منفجره به محل استقرار او، همسرش و جمعی از ژنرال ها و مقامات دولت نزدیک و منفجر میشه. مادورو از این حادثه جان سالم به در برده. رئیس جمهوری ونزوئلا که همواره پیرو سیاست‌های پوپولیستی در اداره کشور بوده، دست دولت‌های خارجی از جمله کولومبیا و آمریکا رو پشت پرده این ماجرا می‌دونه. برای ترور من تلاش شد. شک ندارم که همه اینا زیر سر دسترسی‌های افراطی با همکاری اون رئیس جمهور کولومبیا، خوان مانوئل سانتوسه، شک ندارم. علی‌رغم اون که ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان رو داره، با بحران اقتصادی گسترده‌ای روبروئه، به طوری که پیش‌بینی شده تورم در این کشور به 1,000,000% برسه. با این وجود مادورو همانند سلفش هوگو چاوز همواره کشورهای خارجی و آمریکا رو که او امپریالیست می‌خونه متهم به ایجاد جنگ اقتصادی در کشورش می‌کنه. سال گذشته مردم ونزوئلا در تظاهرات گسترده‌ای علیه سیاست‌های اقتصادی و تغییرات در قانون اساسی که قدرت مطلقه تصمیم‌گیری کشور رو به رئیس جمهور یعنی مادورو منتقل می‌کرد به خیابون‌ها ریختند. اعتراضاتی که با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو شد و ده‌ها کشته و صدها زخمی به جا گذاشت. رهبران گروه‌های تظاهرکننده نیز که معترض به فشار اقتصادی، گرانی، کمبود مواد غذایی و بهداشتی و بیکاری مزمن در این کشور بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر، زندانی و یا حصر خانگی شدند. اگرچه میزان تورم سال گذشته این کشور ششمین تولید کننده نفت اوپک از سوی صندوق بین‌المللی پول 13,000% اعلام شده، رئیس جمهور مادورو که دست‌های شیطانی خارجی همچون آمریکا رو مقصر اصلی اون عنوان می‌کنه، میزان تورم در کشورش رو فقط 25% اعلام کرده. بتی یوسفی، اتاق خبر.